بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یونس الکعبی، مدیر شرکت راه‌آهن قطار در عراق گفت این شرکت 16 قطار را برای خدمات رسانی به زائران آماده کرده است و این قطارها در 4 محور اصلی فعالیت خواهند کرد. وی در ادامه افزود محور اول بین بغداد و کربلا به صورت رفت و برگشت، محور دوم بصره را به کربلا وصل می کند، محور سوم شامل مسیری از سوق و شیوخ و ناصریه به کربلا می شود و محور چهارم نیز دیوانیه را به شهر مقدس کربلا متصل می کند. الکعبی با اشاره به اینکه قطارها بسته به تقاضا و تراکم زائران از 15 آگوست 2024 سفرهای خود را آغاز می کنند خاطر نشان کرد، این شرکت تمهیدات جامعی را انجام داده است که شامل حفظ کلیه خطوط منتهی به کربلا و همچنین آماده سازی هوا، سالن‌های استراحت در ایستگاه‌های شهر مقدس کربلا، بغداد و بصره برای پذیرایی از زائران خواهد بود. وزارت نیرو و شرکت برق عراق روز گذشته از تشکیل اتاق عملیات دائمی برای مدیریت زیارت میلیونی اربعین بر اساس دستورات نخست وزیر خبر داد. این وزارت همچنین اظهار داشت به منظور برپای بهتر مراسم میلیونی اربعین حسینی، این وزارتخانه در ایستگاه‌های خود در استان‌های نجف اشرف، کربلای معلا و بابل در آماده باش کامل هستند. در همین راستا احمد موسا سخنگوی این وزارتخانه طی اظهاراتی گفت این اتاق عملیات برای ایمنسازی مسیرهای زائران از نظر روشنایی، خدمات رسانی ایمن به موکب‌های حسینی و تضمین ثبات کامل برای استان‌های نجف اشرف، کربلای معلا و بابل بدون تأثیرگذاری بر بقیه استان‌ها کار خواهد کرد. شرکت کل حمل و نقل مسافران در عراق روز گذشته از آماده سازی 50 دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران از گذرگاه‌های مرزی و 600 اتوبوس برای تردد در شهر مقدس کربلا در ایام زیارت اربعین خبر داد. در همین راستا کریم کاظم حسین، مدیر عامل این شرکت، در بیانیه اعلام کرد این شرکت با تشکیل کمیته‌های فنی و اداری مربوطه و هدایت آنها به گذرگاه‌های مرزی به منظور آماده‌سازی انتقال زائران از کشورهای همسایه به عتبات عالیات نهایت تلاش خود را خواهد نمود. وی در ادامه گفت تعداد اتوبوس‌ها به صورت متوالی افزایش خواهد یافت تا بیشترین تعداد زائران را برای ورود به کشور در بزرگداشت زیارت اربعین حسینی جای دهد. برخی از پزشکان در بیمارستان بهداشت کودکان در کابل میگویند که با افزایش گرمی هوا در این شهر از یک ماه گذشته بدین سو روزانه تا 90 کودک مبتلا به آفتاب زدگی و اسهال به این بیمارستان آورده می شوند. به گفته پزشکان به دلیل افزایش گرما، بیماری های فصلی در میان کودکان افزایش یافته است. شماری از این پزشکان می گویند که گرم شدن هوا، استفاده از غذاهای فاسد و نبود آب آشامیدنی بهداشتی سبب افزایش بیماری های فصلی می شود و بیشتر کودکان قربانی آن هستند.